مایکل مکول به گزارش رو منتشر کرده که در اون به شکست‌های دولت بایدن در مورد افغانستان و ایفای نقش کامالا هریس در خروج پرهرج و مرج آمریکا از افغانستان در 2021 اشاره داره و با مخالفت دموکرات‌ها این گزارش تهیه شده. مکول یک شنبه در مصاحبه با شبکه CBS هم در این مورد صحبت کرد و طی اون به این پرسش که آیا اون قصدش از انتشار این گزارش دو روز مونده به مناظره ریاست جمهوری چه هست و اینکه همکار دموکرات او در کمیته این کار رو با یک انگیزه سیاسی توصیف کرده چه بود، اینطور پاسخ داد: No, it's taken me 2 years to get to this point. نه، 2 سال طول کشید تا به دلیل انسداد به این نقطه رسیدم. من مجبور شدم احضاریه پس از احضاریه صادر کنم و وزیر خارجه را با تهدید توهین به کنگره مسئول قرار بدهم تا اطلاعاتی مانند گزارش اقدامات آنها و همه اسناد و مدارک و شهادت‌ها را به دست بیاورم. چرا در حال حاضر مهم است؟ به این دلیل که سیاست خارجی در خطر است و آنچه در افغانستان اتفاق افتاد بر جهان تأثیر گذاشت. آقای مکال اضافه کرد که 2 ماه بعد از سقوط افغانستان پوتین به اوکراین حمله کرد و پوتین در چین یک اتحاد نامقدس با پکن ایجاد کرد و اکنون اقیانوس آرام رو اینها تهدید میکنن و سر زشت و جمهوری اسلامی و آیت الله ها در خاورمیانه بلندتر شده و هزاران اسیر داعشی از بگرام آزاد شدند و گفت که 8 تن از اونها رو ما خبر داریم که FBI در خاک آمریکا دستگیر کرده که به دلیل سیاست شکست خورده مرزی دولت بایدن و هریس هست و اضافه کرد که اینها همه با هم مرتبط هستن و گفت که تحقیقات در این مورد ادامه پیدا خواهد کرد بعد از انتخابات. خب حالا آیا دولت در این مورد واکنش نشون داده؟ بله، وزارت خارجه امروز در یک بیانیه بسیار مشروح در پاسخ نوشت که قویاً به نقش مستقل کنگره در شکل دادن به سیاست خارجی معتقده، ولی اضافه کرد که ما هزاران ساعت رو صرف جلسات توجیهی با کنگره در کنگره کردیم در مورد افغانستان و حضور 20,000 صفحه اسناد در اختیار کنگره قرار دادیم و 15 مقام ارشد رو هم برای تحقیقات در اختیار کنگره گذاشتیم در این مورد. و در بخش دیگری هم نوشته که با پایان دادن به طولانی ترین جنگ آمریکا آسان نبود، اما پرزیدنت بایدن وارث توافق دولت قبلی یعنی دولت ترامپ با طالبان بود برای خروج نیروها. و در بخش دیگری دولت ترامپ رو این بیانیه متهم کرد که دولت قبلی افغانستان رو مجبور کرد که 5,000 زندانی طالبان رو آزاد بکنه. مایک جانسون رئیس جمهورخواه مجلس نمایندگان آمریکا هم ساعتی پیش در بیانیه نوشت که گزارش تصویر مجرم از دولتی رو تصویر میکنه که به جای مسئولیت پذیری و ایمنی پرسنل آمریکایی به حفظ ظاهرش اهمیت میده در و ادراک عمومی و به دلیل عقب نشینی ناموفق الان طالبان بار دیگه در افغانستان کنترل به دست گرفته، تروریست ها گستاختر شدن و آمریکا هم اعتماد متحدان ما رو از دست داده. و در پایان اضافه کرد که نباید اجازه بدهیم که دولت بایدن هریس تاریخ رو بازنویسی بکنه و خانواده های 13 سرباز بازی که در این هنگام خروج کشته شدن و متحدانی که ما در افغانستان اونها رو رها کردیم شایسته پاسخ بهتری هستند.